پس از گذشته 4 روز از زمین لرزه مرگبار هرات در غرب افغانستان، اعداد زیادی هنوز زیر آوارها باقی مانده است. گفته می شود دیروز هم سه پس لرزه بخشی از استان هرات را تکان داده است. با این حال خانواده های قربانیان از کندی و عدم هماهنگی عملیات جستجو و امداد رسانی شکایت دارند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. با اینکه از وقوع زمین لرزه مرگبار اخیر در استان هرات در غرب افغانستان 4 روز می گذرد، منابع محلی می گویند هنوز هم شمار زیادی از قربانیان زیر آوارها گیر ماندند. این منطقه دیروز هم شاهد سپس لرزه نسبتاً قدرتمند بود، اما تلفاتی در پی نداشته است. با گذشت 4 روز از این فاجعه بشری، طالبان هنوز موفق نشده آمار دقیقی از جانباختگان و آسیب دیدگان این رویداد ارائه کند. بر اساس آخرین آماری که وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده، 4000 نفر در این زمین لرزه کشته و زخمی شدند. این وزارت شمار کشته ها و زخمی ها را از هم تفکیک نکرده است. طالبان می گویند که بر اثر این زمین لرزه در 20 روستا 1983 خانه کاملا ویران شده است. با این حال شماری از کشورهای جهان و نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد به این رویداد واکنش نشان داده و اعلام همکاری نمودند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، با ابراز همدردی به آسیب دیده های زمین لرزه افغانستان گفته است که سازمان ملل و شریکانش کمک های اضطراری را برای زلزله زده ها در این کشور ارائه می کنند. فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد هم که دیروز از مناطق زلزله زده بازدید کرده، آن را یک فاجعه عظیم توصیف کرده است و گفته است که این زمین لرزه هم جان انسان‌ها را گرفته است و هم خانه‌های آنها را ویران کرده است. همزمان رئیس بخش کمک‌های فوری سازمان جهانی بهداشت در افغانستان گفته است که 2/3 قربانیان زمین لرزه‌های هرات را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند که با جراحات شدید در شفاخانه‌ها بستری شدند. او همچنان هشدار داده که تأمین مالی عملیات‌های بشردوستانه همچنان حیاتی بوده و توجه جهانی و کمک‌های مالی از افغانستان دور شده است. مسئولان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم نیازهای بشری در مناطق زلزله زده را گسترده خوانده و در مورد وضعیت کودکان آوار ابراز نگرانی کرده است. مسئول ارتباطات یونیسف در افغانستان با اشاره به پیامدهای این زمین لرزه گفته است که آنها نگران عدم دسترسی کودکان به نیاز اولیه از جمله آب آشامیدنی و بهداشتی هستند. زمین لرزه مرگبار در هرات زمانی به وقوع پیوسته که افغانستان دچار بحران شدید بشری است و نزدیک به 30 میلیون نفر در این کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. از سوی دیگر میزان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به شدت کاهش یافته و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 15 میلیون نفر نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی خود را چگونه تأمین کنند. کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم با اشاره به وضعیت آوارگان و افراد بی سرپناه اعلام کرده که در مناطق زلزله زده استان هرات در غرب افغانستان نیازها بسیار زیاد است. Oh,